در پایان این بخش رفقا، خانم آقایون سایت سایت طراحی کن یا طراحان سایت، در این قسمت یک کار جالب میخوام بکنم و این پروژه رو ببندم که چقدر شیرین میشه ماجرا و بریم پروژه بعدی و در واقع وردپرس پیشرفته از ویدیوی بعدی من شروع میشه. خب کنترل پنل هم ساختیم، تحویل دادیم، یوزرها رو ساختیم، یکم هم جلوتر رفتیم، یه پلاگین برای ممبرشیپ بهتون یاد دادم با سایت پیپال. البته میدونم که دوست دارید کاربردی تر باشه، خب با من باشید تا ویدیوهای آخر، اون ممبرشیپ رو من تمومش میکنم روی یک سایت ایرانی. حالا اینجا اگر من برم در قسمت دم ها، تم تم اینجوری دم دم نمیتونیم ما بگیم تی اچ صدای تم تم ها تم ها تم ها دم ها دم آره دم ها اگه برم یه دم دیگه انتخاب کنیم، اصلا یه دم دیگه از اینترنت بگیریم کلیک کنیم روش، سایتمون چه شکلی میشه؟ تو رو بهش فکر کردیم؟ نکته جالب اینه که به دلیل اینکه پوسته است، پوسته جدید میشینه رو محتواتون بدون اینکه شما اینو این جدید اومده بدون اینکه اینجا شما کاری بکنید، یه پوسته جدید صاف میاد میشینه روی سایت. حالا من اینجا یه فود می نویسم غذاها رو به من نشون بده، غذا جون نتونسته بیاره پیزا. پیزا لنگ، ببین مثلا من از این خوشم میاد، میخوام سایتم رو این پیاده کنم، خب میگم اینستال، یعنی یه پوسته دیگه، یه دم دیگه. جالبیه کار وردپرس اینه که محتوای شما این همه طراحی و نوشته و عکس و متن و تنظیمات رو حفظ میکنه، دم بعدی رو که میذاری خودش اینو میکشه رو و خواستید میتونید تنظیم کنید. البته بعضی چیزاش ممکنه نخونه و شما میبینید و باید تنظیم کنید. اکتیو شد، اکتیوش که میکنی این قبلی از اکتیو بودن خارج میشه، میبینی این قبلی ماست. F5 بزنیم ببینیم چه شکلی میشه. ببین کلن سایتت نشست روی پوسته دیگه، میبینی یه جور دیگه هستین، همون محتوا سر یه جور دیگه است. این بالاش اینو داره، اینو آورده وسط چین کرده، اینجا مثلا اباتاسمون چه شکلی شد، اینجوری شد. بعد اگه لینک داده باشی آندرلاین داره زیر پروداکتامونو چی، ببین اینجا ریخته به هم، میبینی اینا رو باید درست کنیم. بعد پستامون هم میاره میذاره زیر تمام صفحه ها، این پست مربوط به نیو پروداکت هم اونی یه بکگراند این شکلی میذاره، کتگوریش هم این بالا. یعنی جالبه این فرم تماس با ماست، باز همه این پست ها اینجاست، آخرین پست این بالاست، آخرین پست اینجاست، این هم آرشیومونه و این تاریخمونه، این آرشیومونه. خب کامنت ها یا همون پست ها رو این شکلی گذاشته. واو یه جت رد شد. هر کدوم از این چیزامون یه پسته، هر کدوم از این پاراگراف ها ساپورت رو چه شکلی کرده. آره ببین ویدیوی ویدیوهایی که آورده بودیم گذاشته پست. پس شما هر موقع توی دم یه دمی رو انتخاب کنی خودش چیکار میکنه؟ میاره اونو
روکش میکنه. چون خیلی لذت بخش این قسمت و من خوشم میاد، من با اجازتون یکی دیگه هم میارم ببینم چی میشه. واو، اینو میخوام بیارم اصلا. از بس که ما شکم شدیم. آره، اینو اینستال کنیم. بنابراین چیز خیلی جالب در وردپرس اینه، سایت رو طراحی میکنیم و روکشش رو عوض میکنیم. من هنوز در مورد ایران روکش ندیدم تو سایت وردپرس، تا الان که ندیدم، ولی به صورت آزاد هست. یعنی اینترنتمون قطع شد، یعنی اینکه شما اگر مثلا برید تو سایت ایرانی بگردین که بعدم بهتون معرفی میکنم، روکش میفروشن یا روکش مجانی گذاشتن، میفروشی که خیلی هست، اینا رو میارید و میکشین رو سایتتون. به خاطر همین هم هستش که یاد گرفتن کسایی که میخوان پول بدن به طراحای سایت، به شماها میگن تو که رفتی از این قالبای آماده استفاده کردی، 500 تا بیشتر بد نمیدم. اینجور موقع باید بگی برو گم شو بابا، مگه این کار برای تو چه فرقی داره؟ نه، من سایت هم میخوام با دیگران فرق کنه. میلیارد میلیارد پوسته هست که گفته حتما یکی دیگه مثل توه، بعد هم قالبا رو ما میتونیم یه تغییراتی بدیم. شما هیچ وقت به خاطر اینکه پوسته ممکنه دیگران استفاده کنن فکر نکنید این کار ارزشش کمتر از طراحی سایته. شما طراحی سایت کردین، پوستای آماده هست استفاده میکنید. بخوای پوست خودت طراحی کنی، این اکتیو شد. بخوای پوست خودت طراحی کنی، باید زبان برنامه نویسی زیادی بدونی، یعنی به این سادگی نیست. خب ببین منوها رو گوشتیم بالا، جالب. بریم اباوتاس رو بیاریم، اباوتاس رو به این شکل در آورده. این بغل رو هم سرچ گذاشته و پستان یکم سنگین رنگینه. هوم چی؟ هوم هم رو به این شکل. اینجا هست خیلی جای مطلب. هوم جاینا هست، لوگوم پریده، مثلا باید برم ببینم چرا. ممبر پروداکت رو اینجا گذاشته، محصولات جا داره. میبینی این قالب خیلی آشفته است و من باید اینا پست هست، پست ها رو به این شکل. ریدمور هم گذاشته که باز کنه قسمت این بالا رو، هم وقتی دستتو میبری بالا باز میشه. about us product contact. این یکی خیلی بعد اون عکس پیتزاش هم نیورده، باید بهش بدیم. خب برگردیم در دم هایی که تا حالا نصب کردیم و دم خودمون رو دوباره اکتیف کنیم و اینجا رفرش کنیم دوباره. اومد، دیدی چقدر ساده و راحت. بسیار خب، این پروژه تموم شد. از جلسه آینده یک پروژه با زبان فارسی در به صورت راستچین و باقی امکانات.